آقای رئیس خانم و آقایان خاور میانه جایی نیست که شما عادت داشته باشین ازش خبرهای خوب بشنوید میدونید که بحران کرونا خاور میانه رو هم مثل همه جاهای دیگر دنیا زیر و زبر کرده اما من خوشحال هستم که به شما بگویم امسال از خاور میانه خبرهای خوب میشنوید من میتونم اتفاقا دو تا خبر خوب به شما بدم اوایل این ماه در یک مراسم در کاخ سفید که به میزبانی پرزیدنت ترامپ برگزار شد اسرائیل یک پیمان تاریخی را با امارات متحده عربی و پادشاهی بحرین امضا کرد این اولین توافق صلح بود که اسرائیل با یک کشور عرب طی 25 سال گذشته امضا کرد و اولین باری بود که پیمانهای صلح بین اسرائیل و دو کشور عربی به طور همزمان امضا شدند این پیمانها کمک خواهند کرد تا همه مردم ما از نعمات صلح استفاده بکنند و از مزایای تجارت بیشتر، حمل و نقل بیشتر، توریسم بیشتر و همکاری های بیشتر در همه حوزه ها. من شک ندارم که کشورهای عرب و مسلمان بیشتری به زودی به محفل صلح خواهند پیوست. خیلی زود، خیلی زود. این خبر خوب درباره صلح به یک دلیل محقق شد. دلیلش هم شکست استراتژی های گذشته بود مدتها بود که فلسطینی ها با برخورداری از عملا یک حق وتو در مورد صلح کشورهای عرب دیگر را به گروگان گرفتند و جلوی کشورهای عرب را گرفتند با پیش کشیدن توقعات غیر واقع بینانه مثلا این درخواست که اسرائیل عقب نشینی بکند به مرزهای غیر قابل دفاع سال 1967 یا این تقاضا که اسرائیل ده هزار یهودی را از سرزمین خودش اخراج بکنند این دست به پاکسازی قومی بزند یا این درخواست که نوادگان و نوه های آوارگان را دوباره به اسرائیل بازگرداند به خاطر اینکه همین آوارگان به خاطر جنگ طلبی خود فلسطینی آواره شدند این توقعات اصلا نمیتوانند مقدمه یک مذاکره با اسرائیل باشند اما برای سالهای سال خیلی ها در جامعه بین‌الملل سعی کردند که تسلیم این گونه توقعات مسخره شوند و در نتیجه وقت زیادی را تلف کردند برای دامن زدن به یک توهم به جای کار کردن در جهت رسیدن به یک راه حل عملی و واقع بینانه خوشبختانه پرزیدنت ترامپ در یک مسیر دیگه گام برداشت در یک مسیر واقع بینانه او فهمید که اسرائیل پایتخت کشور یهودی است فهمید که اسرائیل حق حاکمیت بر بلندی های جولان دارد و این را فهمید که اسرائیل حق دارد که دقدقه امنیت خود را داشته باشد و فهمید که اسرائیل فلسطینی ها باید یک مسیر آبرومندی در پیش روی خود ببیند خیلی از معتقدان گفتن اگر پرزیدنت ترامپ هر کدام از این گام ها را رو بردارد روند صلح را از بین برده است اما آنها اشتباه کردند پرزیدنت ترامپ صلح را پیش برد چرا که الان دو کشور عربی با اسرائیل توافق صلح امضا کردن و به زودی کشورهای بیشتری امضا خواهند کرد این باعث نخواهد شد که توافق صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها کمتر محتمل باشد اتفاقا آن را بیشتر محتمل خواهند کرد رهبران فلسطینی به زودی در خواهند یافت که آنها دیگر حق وتو را بر علیه صلح و پیشرفت ندارند و امیدوار هستم که رهبران فلسطینی در نهایت بفهمند که باید با اسرائیل صلح بکنند و وقتی این اتفاق بیفتد اسرائیل آماده خواهد بود من آماده خواهم بود برای مذاکره کردن برای پایان دادن به منازعه خودمون برای یک بار همیشه با فلسطینی ها خانم ها و آقایان اسرائیل و تمام کشورهای عرب در منطقه حالا در کنار هم برای صلح ایستادند ما برای مقابله با بزرگترین دشمن صلح کنار هم ایم. ایران ایران بارها به همسایگان خود حمله میکند و گروههای تروریستی تحت حمایتش دست به خشونت نه فقط در خاورمیانه در عراق و غزه و سوریه میزنند بلکه در لبنان همین کارها را می کند. ما آن انفجار وحشتناک بیروت را هفته ماه گذشته دیدیم. این بندر بیروت هست. دویست نفر کشته شدن، هزاران نفر زخمی شدن و نزدیک به دیویس و هزار نفر بی خانمان شدند. این جاییس که انفجار بعدی می تواند اتفاق بیفتد. این یک محله در بیروت هست برای متناخ در نزدیکی فرودگاه بین المللی بیروت و اینجاست که حزب الله لبنان یک انبار تسلیحاتی را در اختیار دارد این انبار تسلیحاتی درست در کنار یک شرکت گاز واقع شده اینها هم کپسول های گاز هستند همینجا با یک فاصله کوتاه از یک مخزن گاز از یک شرکت گاز و در نزدیکی چند خانه مسکونی در همین نقطه این محله جایی هست که ما متوجه شدیم که انبار تسلیحاتی حزب الله وجود دارد. اجازه بدید من راه ورودی این انبار تسلیحاتی رو نشون بدم این اون شرکت گاز و این هم یک سلاح یک ماده منفجر است که پشت این در واقع شده اما من به مردم این محله در بیروت میگویم که ما باید الان دست به کار بشیم شما باید اعتراض بکنید برای اینکه اگر این انبار منفجر بشه شما یک فاجعه دیگر رو در پیش خواهید داشت من به شما میگم که اسرائیل نمیخواد به شما آسیب بزنه اما ایران میخواد به شما آسیب بزنه ایران و حزب الله عمدن شما و خانواده شما رو در خطر قرار داده و شما باید بسیار روشن بکنی کاری که ایران حزب الله کردن غیر قابل قبوله شما باید به ایران و حزب الله لبنان بگین این انبارها رو برچینید چند روز پیش در جنوب لبنان یکی از این انبارها منفجر شد برای همین هست که جامعه بین المللی باید تأکید کند که حزب الله لبنان از این کشور و غیر نظامیان این کشور به عنوان سپر انسانی استفاده نکند خانم ها و آقایون همه ما باید در مقابل ایران بیستیم پرزیدنت ترامپ قابل ستایش است چون او این کار را کرد اول از همه من قدردانی می کنم از پرزیدنت ترامپ که از اون توافق اشتباه س... هسته ای با ایران خارج شد من اون زمان که با ایرانی توافق انجام شد تنها کسی بودم که با مخالفت کردم من باش مخالفت کردم برای اینکه توافق ایران جلوی دستیابی ایران به صلاح هسته رو نگرفت بلکه راه ایران رو برای رسیدن به صلاح هسته ای هموار کرد من محدودیت هایی را که بر علیه برنامه هسته ایران اعمال شد گفتم موقت هستم و اینها تأثیری در تغییر رفتار ایران نخواهند داشت اما حالا ایران همان محدودیت های اندک رو هم زیر پا گذاشته و به خاطر اینکه این کار رو کرده حالا به اندازه کافی در طی چند ماه گذشته اورانیوم غنی شده کافی برای تولید دو بمب هسته ای خواهید داشت و حالا هم کار روی نسل جدید سانترفیوژ های شروع کرده که قدرت غنی اورانیوم رو چند برابر خواهد کرد خانم ها و آقایان هیچ سوالی باقی نمانده شک نکنید که ایران به دنبال سلاح هسته است ماموران اطلاعاتی اسرائیل وقتی تونستن آرشیف هایی رو از قلب تهران به دست بیارن بیشک نشون داد که حتی در آستانه توافق هسته‌ای، اسرائیل نشان داد که هر گونه زیر پا گذاشتن توافق هسته‌ای جامعه جهانی اقدام خواهد کرد اما در مقابل اسنادی که ما به دنیا ارائه دادیم شورای امنیت سازمان ملل هیچ کاری انجام نداد و وقتی شورای امنیت سازمان ملل دید که ایران توافق هسته ای رو زیر پا گذاشت باز هم به جای اینکه جلوی تجاوزگری ایران رو بگیره اجازه داد که این توافق هسته ای بدتر به تجاوزگری ایران اضافه بکنه پنج سال پیش به رغم تروریزم ایران کشورهای غربی در این قفس شیر رو باز کردند برخلاف پنج سال گذشته ما نمیخوایم در خواهر میانی زندگی بکنیم که با عواقب اون حرکت اشتباه زندگی بکنه ایران جسور شد با استفاده از میلیاردها دلاری که به خزانه وارد شد تا از گروه های تروریستی حمایت بکنه خوشبختانه پرزیدنت ترامپ فهمید که این فا... توافق هسته ای چقدر فاجعه بار بود او از این پیمان خارج شد و تحریم های رو اعمال کرد و دنیا رو در برابر این دو راهی قرار داد که یا با ایران داد و ستد بکنین یا با آمریکا داد و ستد بکنین قاسم سلیمانی تروریست شماره یک را کشت و وقتی هفته گذشته تحریم تسلیحاتی ایران منقضی شد مجددا تحریم های سازمان ملل را علیه ایران اعمال کرد ما با کشورهای عرب دیگر هم داستان هستیم برای اعمال سخگیری های بیشتر علیه ایران وقتی عرب ها با ما توافق بکنن کشورهای دیگر با توجه بکنند اسرائیل از همه اعضای شورای امنیت سازمان میخواد میخواهد که در کنار آمریکا بیستند در برابر تجاوزگری ایران و از ایران بخواهند که برنامه تولید سلاح های هسته خود را یک بار برای همیشه کنار بگذارد در کنار آمریکا بیستید برای مقابله با بزرگترین خطری که پیش روی صلح هست اگه شما این کار رو بکنید من مطمئن خواهم بود در سالهای پیش رو من میتوانم خبرهای بیشتری به شما بدم خبرهای بیشتر و بهتر برای اسرائیل برای همسایگان عرب ما و خبرهای خوب بیشتر برای جهان برای همه آنهایی که به دنبال صلح امنیت و پیشرفت هستند